لا تنصروه ولقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها خداوند متعال آرامش خدا فقط بر رسول نازل کرد بر او نازل نکرد اون کسی که در غار با رسول الله بود او از آرامش محروم ماند از سکینه از نعمت الهی محروم ماند بس ثابت شد که این صحابت رسول الله در غار کافر بودن مؤمن نبودن که اگر مؤمن میبود بر او سکینه هم نازل میشد که ما در اسلام او ما نه تنها شک داریم بلکه ما در عدم اسلام او قطع یقین داریم من از بخاری ثابت میکنم بله. از قرآن کریم ثابت میکنم که چه کسی اول صحابه را بد گفت بله. اولین کسی که صحابه را بد گفت عزیز من خدا در قرآن کریم سوره حجرات کتاب و تفسیر صحیح بخاری را ملاحظه بکنید بله. خدا هست اون قرآن چه گفت صحابه را سفر عمر و هیچ جای اشکال نیست نه بله. لایاری اون زمان بوده نه عبدالله ابن سبا به جبرائیل پول داد رشوت داد که تو بیاین آیه رو نازل بکن نه من به بخاری پول دادم که شما این روایت رو جعل بکن خود بخاری روایت کرده بله. خدا در قرآن کریم اون پنج آیه اول سوره مبارکه حجرات در شأن ابی بکر در شأن عمر که در آیت مذمت ابو بکر و عمر هست که در حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با نهایت بی ادبی با نهایت اخلاق خشن که در حضور حضرت رسالت معاف صلی الله علیه و آله و سلم صدای خود را بلند کردن و خدا در قرآن کریم اونا را مذمت کرد و از اونا سلب ایمان کرد آلی توضیح دادم که چطور اونا را خداوند متعال در این آیه چنان مذمت کرد که کسی کمی توجه بکنه گفته اصلا اینا مؤمن نیست توضیح بدم تمام شد نه آله خوش شما گفتین که در آیه قرآن الله مذمت کرده در سوره حجرات من سوره حجرات رو میکشم اجازه بده نه خود شما باید سوالی که میکنید جواب بشنوین من چه سوال نکردم من سوال نکردم شما خواهد من وقتی که امی صحبت شما یک تهمت علیه قرآن گوش کنین من برای شما میگم که شما سوره حجرات آیات اولش طوری که قرآن میگه تو دروغ میگی طوری که قرآن ایره بیان میکنه تو حتی ترجمه ایزیرم دروغ میگی خب اجازه بده که من غلطش میخوانم شما تصحیح بکنم من برای تصحیح میکنم شما آیت قرآن اصلا نمیفهمین که چه قسم اصلا سیاق آیت از چه قرآن است بگذار که من بخوانم اجازه میدی بخوانم بله بفرما خبه پخش میشه بسیار سوره مبارکه حجرات کتاب تفسیر را دوستان عزیز باز کنن در بخاری و بقیه تفاصیل همینی به اجماع که این آیات مبارکه اول سوره حجرات در شأن ابوبکر عمر نازل شده بله. در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صدایشان را بلند کردن و بله. چیغ زد ابوبکر بر عمر چیغ زد عمر بر ابوبکر چیغ زد بله. آیات در مذمت ابوبکر و عمر نازل شد یک آیه دو آیه سه آیه چهار آیه پنج آیه بله. در اینجا وجوهی از عدم ایمان ابوبکر عمر هست استغفرالله این همی حرف همی حرفی آخره حرف گوش کنه شما ما با شما تایید میکنم اجازه بتن ما این مطلب را خلاصه کنم ما در قسمت شأن نزول ای آیات متبرکه معلومات دارم این درست است که من حرف بزنم بعد تو من نوبت امتحان شد حرف بزن دیگه بفرما صدایتان پخش میشه صدای شما را پخش میکنیم حالا ببین وجوه کفر ابوبکر عمر من ثابت میکنم این بخاریه اجماع مفسرین این آیه بخاری الله تعالی این ببین این کفر ابوبکر عمر لعنت الله علیه و علی الكاذبین بفرما رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صدای خود را بلند کرد این واضح و روشنه که کسی کوچکترین تعظیم به کسی داشته باشد شما همینجا در آلمان هستین پیش یک رئیس دادگاه برین پیش یک کسی برین صدایتان را اگر بلند اجازه بلند نمیکنین چرا به خاطر از اون میترسی هیبتش را دارید اینا اگر در دل این هیبت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود صدای خود را بلند نمیکردن ثانیا همین آیه خودش فرمود ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی الله علیه و سلم اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى کسانی که در حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم با صدای اینها کسانی هستند که تقوا دارند ثانیا اینها در حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم تشاجر کردند یعنی اظهار رأی کردن این تقدم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی رأی باطل خود را بر رأی رسول خدا صلی الله علیه و سلم مقدم می‌دارن اون پیغمبری که جبرئیل صبح و شام پیش اون نازل میشه بله. احتیاج برای ابو برای عمر داره درست است
شما دیگه از خود شرح نتین، آیتم خواندین، برتان وقتم دادم، آل شما گوش بکنین جوابتان را. قرآن میگه که لعنت الله علی الکاذبین، میگه من فسر القرآن برأی فقد کفر، کسی که قرآن از مغز و از معده خود و از فکر خود تفسیر میکنه کافر است. و سوم مسئله آیاتی که در باب سیدنا عمر بن خطاب و ابوبکر صدیق در بخاری آمده، گفتن که اونا صدایشان بلند شد، این آیات آیات تأدیب است، به ایشان ادب آموختند که ای صحابه شما در برابر حضور پیامبر اسلام صدایتان را بلند نکنید، نگفته که شما کافر شدند. در اینجا قرآن کریم میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان، یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، در برابر الله و رسولش شما پیشدستی نکنند، چیزی که الله و رسولش میگوره قبول بکنند. واتقوا الله ان الله سميع عليم، یا ایها الذین آمنوا، ای ادب است، اولین جمله قرآن مخاطب است به این کسا، میگه ای مؤمنان، نگفته ای ایها الذین ارتدوا ای مرتدان. شما میخوانید قرآن مگر در اول و آخرش متوجه نیستند؟ خطاب قرآن اگر اینا را کافر بگویه برش خطاب نمیکنه یا ایها الذین آمنوا، قرآن برش میگه یا ایها الذین آمنوا تو چی میگی؟ میگه مرتد شدند. قرآن به لطف خود، الله به لطف خود اینا را مخاطب قرار میده، برای ابوبکر، برای عمر، برای صحابه یا ایها الذین آمنوا میگه. اولین چیزی است که مثل شما برای رافضی های غالی تکفیری پیدا خواهد شد، قرآن برای مردم به غلط ترجمه خواهد کردن تا که مردم از شروع آیت بفهمه که اینا مؤمن هستند. یا ایها الذین آمنوا خطابش به ایمان است. لا ترفعوا اصواتکم، صدایتان بالا نکنین، اول ایمانش ثابت کرد. الله اکبر، الله اکبر، نمیگه یا ایها الذین کفروا، یا ایها الذین ارتدوا، میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردند، همینجا کلمه بخوان، من برای تو میگم باید دوباره مسلمان شوی، چرا که تو نص قرآن کریم هم معناش را نمیفهمی. خطاب قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا ترفعوا اصواتکم، صدایتان بالا نکنین، فوق صوت النبی، بالاتر از صدای نبی، ولا تشهروا له بالقول، با سخن گفتن از او که صدایتان بالا نکنین در قول سخن گفتن، که جهر بعدکم لبعد ان تحبط اعمالکم، که اعمال شما حتم میشه، یعنی ایره نکنین. ادب یاد داده، نگفته که شما مرتد شدین، یا ایها الذین کفروا، گفته یا ایها الذین آمنوا، خداوند ایمانشان رو ثابت میکنه، تو میگی کافر شدن، استغفر الله. ای ادب یاد میده برشان، ادب. و انتم لا تشعرون، باز به تعقیب میگه امی بخاری که تو خواندی و دروغ میگی و تحریفش میکنی، آخری قسمت حدیث بخوان که آنقدر سیدنا عمر بن خطاب در مجلس رسول الله صدای خود پخش میکرد که رسول الله مبارک برش میگفت یا عمر یک کم صدایت بلند کن، بعد از نزول از آیه مبارکه که یک کم صدایت بلند کن. و این آداب از برای صحابه که یاد میتن، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم، برشان مغفرت است و اجر بزرگ است. به این خاطر است که قرآن کریم، آقای علایاری، شما اول آیت قرآن جواب شما را داده، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان. و در آیه مبارک آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير